همیهنان گرامی، بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه، من محمد امینی در بخش دیگری از سری برنامه کلمه پاسی رو با شما خواهم بود. در این سفر تازه من به اروپا، اینک گذار من به شهر زیبای گوتنبرگ یا به گفته همیهنان ایرانی سوئد و سوئدی ها یوتوبری افتاده و میهمان یکی از دوستان ارجمندی هستم که این تالار خودشون رو در اختیار من قرار دادم و این آنچه که در پشت بنده میبینید کتابخانه خود ایشان است. اگر کیفیت برنامه با کیفیت برنامه های همیشگی یکسان نیست، این رو بر من ببخشید، از راه دورتری با شما سخن میگویم. خب، در این سفرهایی که من در این سالها و ماهای گذشته در اروپا داشتم، یک نکته دست یافتم که میخوام امروز در بخش نخست برنامه با شما در میان بگذارم. ببینید، نگاه کنیم به تاریخ ایران و برگردیم به آغاز بیداری ایرانیان، دوران آمدن اندیشه های نو و مدرنیته به ایران. اگر ما به سده 19 هم بنگریم، میبینیم که هر آنچه که ما برای ایران مدرن داریم، در ساختن مشروطه داریم، در ساختن دولت مدرن ایران داریم و پیدایش نهادهای مانند دادگستری، بانک ملی، دانشگاه، بسیاری چیزهای دیگری که ایران رو ایران مدرن پس از مشروطه کرد، اینها رو ما به راستی باید گفت مدیون دو چیز هستیم. یکی پیوندهایی که ما با تاریخ کهن خود داشتیم، ولی بیش از اون سفرها و دیدارها و آموزشهایی که انگوش شماری از ایرانیان در سده 18 و 19 به ویژه 19 از اروپا داشتند، از همون دوران نایب السلطنه عباس میرزا که گروهی از ایرانیان برای آموختن دانشهای نو روانه اروپا شدند و سپس ایرانیان دیگری به صورت بازرگان، شاهزادگان، مسافر، اونهایی که رفت و آمد با اروپا به هر دلیل داشتند، اندیشه های اروپایی و مدرن رو به ایران آوردند، یک دریچه در برابر ایرانیان برای نگاه به یک دنیای تازه پدیدار گشت. من در کارهای پژوهشی خودم هنگامی که سیاهه نام های کسانی رو که در آوردن اندیشه های نو به ایران یاری رسان آینده ایران بودند بررسی میکنم، هیچگاه نتوانستم شاید از 50 بیشتر بیابم. یعنی شاید تاریخ مدرنسازی ایران وامدار نزدیک به 50 باشند. برخی از اونها بیش از دیگران، برخی از اونها در ساختار فرمان روای دولت درگیر بودند، مانند امیرکبیر و قائم مقام و سپهسالار. برخی از اونها از بیرون از دولت در سپهر اندیشه‌ای در ایران تأثیر می‌گذاشتند، مانند آخوندزاده، مستشار دولت تبریزی و کسان دیگری از این دست. خیلی ها بودند که در اون دوران، البته میگویم که شمار آنها بسیار زیاد نیست، که در آوردن اندیشه های نو به ایران یاری رسان جامعه ایران بودند. اینها تقسیم می شدند، بخش می شدند به کسانی که برای درس خواندن از سوی دولت به اروپا رفته بودند، میرزایانی بودند که آگاه شده بودند با فرهنگ اروپایی، سفر کرده بودند، شاهزادگانی بودند که گاه می رفتند اروپا و می آمدند. خود ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه چندین سفر به فرنگ رفتند. در اون زمان همه اروپا رو فرنگ می گفتند و سوغاتی که از فرنگ به ایران آوردند، خب جدا از سوغاتی هایی که می آوردند، اندیشه های تازه بود یا دست کم آشنایی با اندیشه های تازه بود. یکی از سوغات های ناصرالدین شاه دوربین بود، دوربین عکاسی. از اروپا به ایران دیده بود در اروپا، خیلی خوشش آمده بود و این رو دیگران آوردند و معروف است که عکس های حرم به بیرون از حرم درس کرد و گرفتاری هایی به وجود آورد. افزون بر اینها، در سالهای پس از اون کسان بسیاری سفر به اروپا کرده بودند، با فرهنگ اروپایی آشنا شده بودند. برخی از اونها آشناییشون با فرهنگ و
اندیشه های اروپایی از راه نوشتار بود، مانند ملا لاله‌زار که نخستین نویسنده و برگرداننده و آثار دکارت در ایران بود، یک یهودی منشی سفارت فرانسه بود که کارهای از دکارت رو در یک رساله جمع‌آوری کرد و دکارت رو به ایرانیان نشان داد، شناساند. خیلی ها در این زمینه ها کار کردند، اما شمار آنها بسیار کم بود. آنچه که من در این درازای سفرهای چند ساله گذشته خود در اروپا دریافتم، به راستی برای خود من بسیار شگفت‌آور و شگفت‌انگیز بود. نه در اروپا تنها، در سرتاسر جهان. شما نیک بنگرید، ما مدرنیته و مشروطه خود را وامدار انگوش شمار ایرانیانی هستیم که با فرهنگ و ارزش‌های مدرن اروپایی آشنا شده بودند. اینک نگاه کنیم که میلیون ها ایرانی در دست کم 10 کشور پیشرفته اروپا، در ایالات متحده آمریکا، در کانادا، در استرالیا، در ژاپن و در بسیاری از کشورهای دیگری که در سطح این کشورهای پیشرفته نیستند زندگی می کنند. بسیاری از اونها در رشته های مانند پزشکی، مهندسی، فناوری، راهسازی، از همه اینها مهمتر کامپیوتر و دنیای اینترنت به جایگاه های بسیار بلندی رسیدند، بسیار بلند. بسیاری از اونها در کانون سیاست کشورهایی هستند که در اونها زندگی می کنند. و اینک اندکی آرزو کنیم، توجه کنیم به اینکه در 100 و اندی سال گذشته یا 200 تا 100 و اندی سال گذشته گروه انگوش شمار از ایرانیان که به اروپا رفته بودند و با فرهنگ اروپایی آشنا شده بودند یا کارهای اروپاییان رو خوانده بودند، فرهنگ مدرنیته، ارزش‌های مدرنیته رو به ایران آوردند و از کنار این فرهنگ مدرن، از کنار این ارزش‌های مدرن مشروطه ایران زاده شد. و اینک ما میلیون‌ها ایرانی داریم که در کانون پیشرفته ترین کشورهای جهان زندگی می کنند و نه تنها با این فرهنگ ها آشنا هستند، با این فرهنگ ها می زیند، با این فرهنگ ها زندگی می کنند، با این فرهنگ ها خو گرفتند، بخشی از این فرهنگ ها هستند، بخشی از این زندگی هستند. ما بسیار به آینده ایران بیمناک هستیم. گرفتاری های محیط زیست، بوم زیست یا زیست بوم، گرفتاری های آب در ایران، شرایطی که بسیاری از ایرانیان رو به کشورهای بسیار ناتوان دیگر کوچانده برای سودای کار، دگرگونی های بنیادی در اخلاق ایرانیان و بسیاری چیزهای دیگری که ما رو به آینده ایران بیمناک میکنه، چیزی که ما در دوران قاجار با اون روبرو بودیم و آمدن این ارزش های نو آینده ایران رو دگرگون کرد. حالا نیک بیندیشید که ما اگر بتوانیم سامان سیاست خود رو دگرگون بکنیم، اگر ساختاری سیاسی ایران دگرگون بشود، نه دگرگون به این معنا که کاملا اروپایی یا آمریکایی بشود، دست کم یک بردباری سیاسی، یک بردباری دینی، یک نوع دموکراسی در سطحی که میتوان برای جامعه ایران پذیرفت در کشور ما برقرار بشود، قانون مداری چیره بشود، ارزش برای کارهای کسانی که فناوری تولید میکنند، اندیشه تولید میکنند به وجود بیاید، چیرگی دست آخوند بر سیاست پایان بیابد. نیک بیندیشید که بزرگترین ثروت ما در اون هنگام زیر زمین نخواهد بود. این میلیون ها ایرانی خواهند بود که در گوشه و کنار جهان با پیشرفته ترین دانش ها، با پیشرفته ترین فناوری ها، با پیشرفته ترین راه های دگرگون کردن زندگی مردمان کشورهای پیشرفته جهان آشنا شدند و می توانند این رو به ایران بیاورند. ما در ایران توانایی پرواز به سوی بلندای آینده رو داریم و بزرگترین گرفتاری ما ساختار سیاسی ماست. ساختار سیاسی که ما رو مانند بختکی بر زندگی و سرنوشت مردم ایران، ما رو در چنگال خود گرفتار کرده و اجازه نمیدهد که از این سپهر سیاست جهانی، از این حضور ایرانیان در سرزمین های
دیگر از این حضور ایرانیان در سپهر اندیشه و فناوری و دانش‌های پیشرفته در کشورهای دیگر بهره‌مند شویم. بسیاری از ایرانیان که در کشورهای دیگر توانا و توانگر شدند و به توانستن به جایگاهی بلندی برسند، بیم و هراس از اینکه به ایران بازگردند و در ایران سرمایه گذاری کنند دارند. چه تأمینی برای اونها خواهند بود؟ چه امکانی برای اونها خواهد بود که فرزندان خودشون را بتوانند آزاد و به دور از چادر و چاخشور و نماز اجباری و زندان و گرفتاری ها پرورش بدهند؟ اگر ساختار سیاسی ایران دگرگون بشود یا دست کم متحول بشود، حتی برانداخته نشود، متحول بشود، این گنجینه‌ای که در اختیار جامعه ایران است که بسیار بسیار تواناتر از تو از نفتی است که در زیر خاک ما نهفته، نفت و گازی است که در زیر خاک ما نهفته، این نیروی انسانی توانایی که در برگیرنده میلیون ها ایرانی باشنده در کشورهای پیشرفته جهان است، می تواند ایران رو دگرگون بکند. ایران دوران قاجار در آن واپسماندگی، در آن گرفتاری های آن دوران بسیار بسیار دردناک تاریخ ایران، با آمدن گروهی یا رفتن گروهی و سفر گروهی و دیدار گروهی از اروپا و آشنایی با فرهنگ پیشرفته اروپا توانست دریچه‌ای رو برای نگاه به دنیای نو در مقابل خود بگشاید و مشروطه ایران ساخته شد، قانون اساسی نوشته شد، ما نخستین پارلمان بیرون از اروپا رو بنا کردیم، قوانینی رو بنیاد نهادیم که بسیار برای زمان خود پیشرفته بودند، دولت مدرن ساختیم، دادگستری به وجود آوردیم، برای نخستین بار بانک ملی ساختیم، دانشگاه ایجاد کردیم، کارهایی رو انجام دادیم که در پرتو اون دیدارها و بازبینیها و آزمونهای ایرانیان از دنیای پیشرفته اون زمان بود. با پزشکی آشنا شدیم، به جای حکیم ایرانیان پزشک و طبیب شدند، با پزشکی نو آشنایی یافتند. امروز میلیون ها ایرانی در گوش و کنار جهان در پیشرفته ترین حرفه ها درگیر هستند. من بارها در این برنامه گفتم، دوستانی به من میگویند که اگر در آلمان پزشکان ایرانی تبار یک روزی دست از کار بکشند، نظام پزشکی آلمان فرو خواهد پاشید. و این اغراق نیست. جایگاه ایرانیان کوچنده به کشورهای پیشرفته جهان دست کم در این 15 کشوری که از اونها نام بردم بسیار ارزشمند است. نه تنها آنها با پیشرفته ترین ارزش های دنیای مدرن، دنیای پیشرفته آشنا شدند، بخشی از آن هستند و از اون فراتر توانایی های بسیاری رو آموختند، فرا گرفتند و بسیاری از اونها در این رشته ها از نظر مالی توانا شدند. اینا سرمایه های آینده ایران هستند. سرمایه سازندگی ایران زیر خاک ایران نهفته نیست. سرمایه آینده ایران انسان‌های ایرانی هستند. در خود ایران جوانان ایرانی که آرزومند بهبود و پیشرفت جامعه ایرانند. این چه گرفتاری بزرگی است در کشور ما که ما از یک سوی تمام مساله لازم رو برای ساختن یک ایران بسیار پیشرفته، ایرانی که میتواند از کره جنوبی و بسیاری از کشورهای دیگر هم جلوتر باشد، ایرانی که میتواند شایسته تر از ترکیه برای پیوستن به اروپا باشد رو داریم، ولی ساختار سیاسی ما اجازه چنین کاری رو نمیدهد. گرفتاری در این دارد که آیا زنان میتوانند به ورزشگاه ها بیایند یا نه؟ آیا باید اندازه عقب رفتن روسری زنان رو برای اون پلیس تعیین کرد؟ گرفتاری ما در این است که از یک سوی بخش بزرگی از مردم ایران با پیشرفته ترین دانش ها آشنا می شوند، چه در ایران و چه در خارج از ایران. بخش بزرگی از مردم ایران توانایی دگرگون کردن بنیادی فرهنگ و تاریخ و سیاست ایران رو دارند و سوی دیگر ما ساختار سیاسی در کشورمان داریم
که این ساختار سیاسی میخواهد ایران رو در این چنبره قرون وسطایی حفظ کند. بزرگترین گرفتاری ما افزون بر گرفتاری های فرهنگی که داریم در این است که ما هیچ امیدی به این که ساختار سیاسی کنونی ایران بتواند از این نیروی بسیار گسترده ایرانیانی که در این دنیای پیشرفته با ارزش های نو آشنا شدند بهره برداری کند. به دلار غربی و یورو بسیار علاقمند هستند ولی به فناوری و دانش های غربی چندان علاقمند نیستند. و این یکی از دردناکترین برگ های تاریخ اینان است. بیشتر کشورهای جهان آرزومند این هستند که زمینه رو فراهم بکنند که آدمهایی با توانایی های بیشتر به این کشورها کوچ کنند. کانادا هر سال آرزومند این است، کوشش می کند که آدمهایی از کشورهای دیگر با توانایی های بیشتر به کانادا کوچ کنند تا کشور کانادا بتواند نیازهای توسعه خودش رو پایان بده، به اون پاسخ بدهد. ایالات متحده آمریکا همچنین، در همین کشورهای اروپایی، بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان آرزومند جلب مغزها هستند، پیشرفته ترین انسانها هستند. ما در کشوری زندگی میکنیم، شما به ویژه ایرانیانی که به سخنان من گوش فرا میدهید و منو میبینید از راه تلویزیون، من شوربختا که در میان شما نیستم، ولی در کشوری زندگی میکنید که این کشور چنین نیروی رو در اختیار دارد و از اون بهره نمیگیره. نیک بنگرید، کشورهای پیشرفته جهان در سودا و آرزوی جذب انسانهایی هستند که بتوانند در توسعه اجتماعی، در پیشرفت این جوامع به اونها کمک کنند، از هر کجای جهان که آمده باشند و اونها پناهندگی میدهند، ویزا میدهند، اجازه اقامت میدهند، اونها رو شهروند خود میخوانند برای اینکه بتوانند از اونها در توسعه اجتماعی کشورشون استفاده کنند. ما میلیون ها ایرانی داریم که در پیشرفته ترین کشورها دارای چنین استعداد و توانایی های هستند و به جای اینکه سردمداران حکومت ایران در آرزوی آن باشند که اینها بیایند و ایران رو بسازند، سیاست هایی رو در پیش میگیرند که جوانانی که در خود ایران در سودای چنین آرزوی هستند از ایران راهی کشورهای دیگر بشوند، از ایران بگریزند، از ایران فرار کنند. این پیام انقلاب 57 بود که بنا بود ایران رو بسازد، بنا بود از استعدادهای ایرانی استفاده کند. به راستی ما باور داریم که در پیامد بیش از 36-7 سال ما توانسته ایم در ایران از توانایی های شهروندان ایرانی برای ساختن ایران آینده بهره‌مند شویم. اندکی به تاریخ کهن ایران بازگردیم. هنگامی که در دوره کوتاهی در یونان دانشمندان و فیلسوفان مورد آزار دولت آن زمان یونان قرار گرفتند، به ایران پناه بردند در دوران انوشیروان و دیگران و برای نخستین بار فلسفه یونانی به ایرانیان معرفی شد و جا باز کرد و برخی از اونها در ایران ماندند، از اونها با آغوش باز استقبال کردند. این ماجرای 1500-600 سال پیش است. در دورانهای دیگر، در دورانهای حتی فرمان روایانی که به زور ایران رو بر ایران چیره شده بودند، کوشش برای جذب و جلب برجسته ترین دانشمندان در همین ایران ما روی داد. در مراغه رصدخانه ساختن در دوران هولاکو، خواجه نصیرالدین طوسی پایگزار اون بود که هزاران دانشمند را از سراسر جهان به مراغه خواندند برای اینکه این رصدخانه را توانا کنند. ما اینک در کشوری زندگی میکنیم که هزاران بلکه میلیون ها ایرانی بسیار تواناتر از آنهایی که به رصدخانه مراغه آمدند
یا در دوران ساسانیان به ایران آمدند از یونان، در گوش و کنار جهان پراکندند و می توانند در ساختن یک ایران مدرن پیشرفته یاری رسان مردم ایران باشند. ولی هیچ امیدی برای بازگشت اونها و برای ساختن ایران تا هنگامی که ساختار سیاسی ایران چنین است وجود نمی دارد. بنابراین اگر اندکی درایت، اندکی امید، اندکی خرد در میان کسانی وجود داشته باشد که امروز کشور ایران رو می گردانند، باید به این بیاندیشند. اگر براستی به این سخنان خود باور دارند که به ایران میاندیشند، که گمان نمی کنم، دگرگونی هایی در سیاست ایران انجام بدهند که ایران سرزمین کوچ استعدادها نباشد، سرزمین جذب استعدادها باشد. بزرگترین سرمایه ما نیروی انسانی ماست و برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، ما از یک نیروی انسانی بسیار بسیار پیشرفته بهره‌مند هستیم. شوربختا که ساختار سیاسی ما دشمن نیروی پیشرفته انسانی ماست. من در سوئد دو برنامه سخنرانی دارم، در گوتنبرگ، فردا در گوتنبرگ، در محلی که اجازه بدید که من نگم چون اصلا آگاهیش جلوم نیست و اگر هم جلومی بود این رو به سوئدی نمیتوانستم بخوانم، ولی شما میتوانید اون رو در اینترنت بیابید اگر در پیرامون شهر یوتوری یا گوتنبرگ هستید. درباره زندگی و زمانه احمد کسروی سخن خواهم گفت و پس فردا یک شنبه باز میهمان دوستان خواهم بود برای سخنرانی پیرامون سرگذشت زبان فارسی و از اینجا روانه چند شهر دیگر اروپایی خواهم شد. در چند هفته گذشته به ویژه به دنبال انتخاب آقای ترامپ برای ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، این ماجرای قومگرایی که در ایران سالها سربلند کرده بار دیگر زنده تر شده و شاید زندگی تازه تری پیدا کرده. گروهی از هواداران این گونه مسائل نزدیک 10 روز پیش در استکهلم جمع شدند و نشستی داشتند درباره رهیافت حقوق اقوام در ایران، دموکراسی و حقوق اقوام در ایران. عنوانش دقیقاً یادم نیست، ولی چیزی بود شبیه اینکه دموکراسی و اقوام در ایران چگونه میتوانند با هم کنار بیایند که ما بتوانیم یک ایران یک پارچه داشته باشیم و جلوگیری کنیم از گسست ایران. پیشفرض این گونه آدم ها در این است که گویا ایران از راه پیوستن اقوام به وجود آمده، یعنی ما چند گروه قومی در ایران داریم، این گروه های قومی به هم پیوستند و ایران رو به وجود آوردند و این است که برای دموکراسی ایران ما باید وحدت اقوام رو بیابیم. از این هم بگذرم که معلوم نیست از چه زمانی این به اصطلاح اقوام اختیار خودشون رو به دست این آدم ها دادند، یعنی اونهایی که جمع می شوند و یکی می گوید که من نماینده ملت بلوچ هستم و دیگری می گوید من نماینده خلق کرد هستم و دیگری تمام مردم ترک زبان ایران رو نمایندگی می کند. معلوم نیست از چه زمانی با چه شمارش دموکراتیک، با چه گزینشی اینها نمایندگان ملت ها در ایران شدند. بگذاریم که من اصلا باور به این نوع ملت سازی ها نه تنها ندارم، اینها رو یک نوع شوخی تاریخی می دانم و این رو یک نوع اهانت به هویت ملی ایرانیان برمی شمارم. جالب اینجاست که دست کم 11 گروه نماینده ملت بلوچستان است، دست کم 16 گروه خودش رو نماینده خلق ستم دیده کرد می داند و خدا می داند چند 10 گروه، خدا و البته گروه های پانترکیست می دانند که چند 10 گروه نماینده مردم آذربایجان و کرد زبانان دیگر بخش های ایران هستند.
در این میان عده‌ای هم نماینده لورهای ایران هستند، گروه های هم نماینده بختیاری ها در ایران هستند. معلوم نیست که چرا مردم گیلان و مازندران نماینده‌ای در میان این ملت سازان ندارند، چرا کسانی که البته بله عرب خوزستان هم نماینده دارند در میان اینها، معلوم نیست چرا گروه های دیگری زبانی در ایران نماینده در میان این ملت سازان ساختگی ندارند، و باز هم معلوم نیست که از کی و کدام زمان این گروه ها نماینده ملت هایی شدند که ادعا می کنند وجود دارند. و اگر اونها نماینده چنین ملت هایی هستند، چرا مثلا مردم کرد دارای دو حزب دموکرات کردستان، کوموله، هژاک و چند ده گروه دیگری هستند، یا چندین گروه دیگری هستند که خود اونها هم خیشتن رو نماینده ملت کرد می خوانند و علیه دیگری هم اعلامیه می دهند؟ شمار بلوچ ها در ایران بسیار زیاد نیست، بخش زیادی از بلوچ زبانان بیرون از ایران زندگی می کنند، ولی شمار گروه هایی که خودشون رو نماینده ملت بلوچ در ایران می دانند و به دیگران به دیگر گروه هایی که خودشون رو نماینده بلوچ می دانند ناسزا می گویند بسیار است. حالا بخشی از اینها گرده هم می آیند در نشست هایی مانند همین نشست استکهلم و نشست های دیگر، معلوم نیست با کدام هزینه ها، در جستجوی راهکارهایی برای دموکراسی ماندگار چند قومی در ایران هستند که گویا دموکراسی از دل اقوام در ایران به وجود می آید. در تمام تاریخ بشر ما نمونه ای نداریم که موضوع دموکراسی به گفتمان اقوام تبدیل شده باشد. موضوع دموکراسی حقوق فرد است. آدم هایی که از این سخنان میگویند دست کم باید کلاس اول فلسفه، کلاس اول جامعه شناسی، کلاس اول فرایندهای تاریخی شکل گرفتن دموکراسی در اروپا رو بروند و آزمون کنند و بیاموزند. در هیچ کجای جهان موضوع دموکراسی به حقوق اقوام ارتباط نداشته. موضوع ناسیونالیسم با دموکراسی یکی نیست. اقوام در راستای ناسیونالیسم با یکدیگر به نبرد برخواستند. درگیری های قومی و ملی در دنیای 200 تا 300 سال گذشته خونریزانه بوده، به دموکراسی نینجامیده. درگیری به اصطلاح اقوام در اروپا یا گروه های قومی یا گروه های ملی و زبانی در اروپا 100 میلیون کشته به جای گذارده. تاریخ درگیری های قومی با دموکراسی نه تنها پیوندی ندارد، دشمنی دارد، ستیز دارد. شما نگاه کنید به همین تاریخ مدرن ایران، به همین تاریخ آذربایجان نگاه کنید، تا چند اندازه درگیری های کردان، آسوری ها، ارمنیان و ترک زبانان در آذربایجان به جنایت انجام میده، چه میزان کشتار صورت گرفته. فراموش نکنیم در کشتار ارامنه در ترکیه نیروهای قومی ایلیاتی کرد هم درگیر بودند، در کشتار آسوریان و ارمنیان، و سپس ارمنیان و آسوریان در کشتن کردها و مسلمانان آذربایجانی. درگیری های قومی یعنی کشتار. موضوع اقوام در هیچ کجای جهان موضوع دموکراسی نبوده، مگر در شکل گرفتن دولت ایالات متحده آمریکا عده‌ای از اقوام کنار هم نشستند و دموکراسی ایجاد کردند، مگر اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه پس از انقلاب کبیر فرانسه بر پایه روابط اقوام به وجود آمد، مگر اعلامیه جهانی حقوق بشر بر پایه روابط اقوام به وجود آمده؟ همه اینها بر پایه حقوق فرد است. دنیای مدرن دنیای اصالت فرد است. چیزی که این گرده هم آمدگان و تبلیغ کنندگان در مورد مسائل قومی در نمیابند در این است که دنیای مدرن درباره اصالت انسان، اصالت فرد، حقوق فرد است، جدا از این که از کدام تیر و تبار قومی و عشیره‌ای و زبانی و از کدام پیوند و پیوست دینی باشد، زن باشد یا مرد.
طبیعی است که ما باید به مسائلی که مربوط می شود به حقوق زبانی و قومی بهایی بدهیم، ولی اینها پیوندی با دموکراسی ندارد. اینها دادن بخشی از حقوقی است که شهروندان باید در راستای زندگی شهروندی به اون دست بیابند. مثلا یک شهروند ترک زبان در آلمان باید دارای این حقوق باشد، فرزند یکی از خانواده های کوچنده به آلمان برای کار، که بتواند زبان مادری خودش رو دنبال بکنه و یاد بگیره. در این جای گفتگو نیست. یک شهروند کردتبار کوچنده به سوئد باید بتواند زبان مادری خودش رو دنبال بکنه. در این جای گفتگو نیست. ولی دو چیز دیگر رو فراموش نکنیم: حق آموزش زبان مادری، حق یاد گرفتن فرهنگ نیاکانی پدران و مادران، موضوع دموکراسی نیست. یک کردتباری که به سوئد کوچ میکند، یک ترکتباری که به آلمان کوچ میکند، یک ایرانی تباری که به فرانسه کوچ میکند، بیش از هر چیز باید در سودای حقوق فردی خود باشد، به عنوان یک انسان بتواند آزاد زندگی بکند. یک زن کرد باید بتواند در سوئد از حقوق دموکراتیک برای اینکه همسر او به او تجاوز جنسی و تجاوز فیزیکی بکند برخوردار باشد. باید بتواند از کنترل و اراده خاندانی گروه هایی که پیرامونش هستند و چیزی رو به او تحمیل میکنند، ازدواج رو به او تحمیل میکنند، باید از این آزادی برخوردار باشد. این حقوق اقوام نیست، این در زمینه های خلاف حقوق و فرهنگ قومی است. به این آزادی فردی میگویند، به این اعلامیه جهانی و بشر میگویند. کسانی که جمع میشوند و از این سخنان میگویند که گرفتاری کشور ما حقوق اقوام است، الفبای حقوق رو در کشور ما در نیافتن. گرفتاری کشور ما حقوق اقوام نیست. در این نیست که حکومتی سرکار آمده است و حقوق اقوام رو بهش تجاوز میکند. گویا قومی به نام قومی ساختگی به نام قوم فارس امروز در کشور ما چیره شده و آقای خامنه ای، آقای روحانی و سرتاپای حکومت جمهوری اسلامی نماینده قوم فارس است و بر اقوام دیگر ستم میکنند. و این گرفتاری تاریخی کشور ماست که گروهی قومی بر دیگران ستم میکنند. بگذاریم که بخش بزرگی از ساختار روحانیان شیعی در ایران آذربایجانی و آذربایجانی تبار هستند. به این معنا نیست که ساختار روحانیت شیعیان قومی است. ما با یک ستم دینی در ایران روبرو هستیم. ما با یک تبعیض جنسی و جنسیتی در ایران روبرو هستیم. ما نابرابری های آشکار سیاسی در ایران روبرو هستیم. شما اگر شیعی کردتبار هوادار حکومت جمهوری اسلامی باشید، شما در کنار حکومت هستید. و شما اگر یک اهل سنت تهرانی مخالف حکومت باشید، شما در برابر حکومتی است. این تبعیض‌های دینی است که در ایران جایگاه برجسته و بلندی داشته و دارد. اینهایی که در استکهلم و شهرهای دیگر جمع می‌شوند، چرا جمع نمی‌شوند در اعتراض به تبعیض علیه 50% جمعیت ایران، نیمی از جمعیت ایران، زنان ایران که همچنان مجبور هستند حجاب را رعایت کنند، محروم هستند از حقوقی که مردان از اون برخوردار هستند، نابرابر هستند با مردان، چرا درباره حقوق اونها سخن نمیگویند؟ گرفتاری کشور ما در این است که گویا بناست در جنگ ترک و فارس و کرد و بلوچ کشور ما از هم پاچیده شود. به راستی جدا چنین میاندیشید که گرفتاری کشور ما درگیری های قومی است؟ کدام درگیری های قومی؟ در کجای تاریخ ایران؟ در کجای تاریخ ایران ما با این روبرو بوده ایم که درگیری های کرد و ترک و فارس و فارس زبان و شیرازی و اصفهانی و نتنزی و سنندجی شیرازه کشور ما را از هم پاچانده باشد؟
کدام دوره تاریخ؟ هر زمانی هم که مسئله قومی وارد خاک ایران، وارد سپهر سیاست ایران شد، از بیرون از ایران بود. در دوران فرقه دموکرات آذربایجان، در دوران کومله کردستان و در دورانهای دیگر. من نمیگویم که ما در ایران گرفتاری های تبعیض در حوزه فرهنگی و زبانی و حتی تیر و تبار قومی نداریم. حتما داریم، میدانم که داریم، ولی گمان نمی کنم بزرگترین گرفتاری تاریخی امروز ایران ستم ملی و گرفتاری های قومی باشد. بزرگترین گرفتاری امروز ایران تبعیض جنسی و تبعیض دینی است. اگر شما نگاه کنید به سپهر سیاست ایران، به سپهر حقوق در ایران، در میابید که بیشترین ستمها در ایران در راستای تبعیض مذهبی و تبعیض جنسی، نابرابری زنان و مردان، نابرابری مسلمان و غیر مسلمان، نابرابری مسلمان شیعه و مسلمان اهل سنت، مسلمان و غیر مسلمان بیدین، در این راستا صورت میگیرد. مردم رو به زندان نمیاندازند چون کرد هستند. مردم رو به زندان میاندازند چون مخالف حکومت هستند، اعتراض به قوانینی دارند که این قوانین تبعیض گرایانه است. اینها بزرگترین گرفتاری های امروز جامعه ماست و کسانی که با پول دیگران، با هزینه ها، با خرج هایی که می شود، با کمک برخی محافل شناخته شده دنیای غرب و دنیای دیگر، عربستان و اسرائیل هم در میان اونها هستن، غرب هم نیستن، کوشش می کنن موضوع اساسی جامعه ایران رو درگیری های قومی نشان بدهند و این تصویر رو ایجاد کنند که گویا کردستان در اشغال دولت ستمگر ایران است، یا تبریز و آذربایجان رو ملت ستمگر نطنز و شیراز و اصفهان و مشهد در واقع اداره میکنن. اینها دروغگویان تاریخند، با مردم فریبکارانه رفتار میکنند و افسانه هایی رو به مردم میفروشند که مردم رو به جان یکدیگر بیاندازند. من از همین امروز این رو بارها با شما در میان گذاشتم، امروز دوباره تکرار میکنم. هر آینه بنا باشد ما با یک جریان جدی قومگرای کرد در ایران روبرو باشیم و با یک جریان قومگرای ترک در ایران روبرو باشیم، تاوان اون رو مردم شیراز نخواهند داد، مردم رضاییه و مردم سنندج و سقنز و بانه خواهند داد. اونها به جان هم خواهند افتاد که کدام بخش ترک است و کدام بخش کرد و ترک و غیره. سالهای درازی در تاریخ ایران و کشورهای خاورمیانه ما با این جنجالهای درگیریهای مذهبی روبرو بودیم. امروز بر این جنگهای مذهبی جنگهای قومی رو هم افزودند و دردناک است که گروهی گرد هم میآیند و سینه به تنور میچسبانند و میگویند که ما باید کاری کنیم که این تنش‌های قومی ایران را از هم نگسلد. گویا گرفتاری کشور ما در این است. بقرنج کشور ما دستیابی به دموکراسی، حقوق فردی است. آزادی و برابری انسان‌ها با یکدیگر است. در راستای این کوشش و برابری حقوق فردی است که ما خواهیم توانست نابرابری‌ها و تبعیض‌های زبانی و قومی و چیزهای دیگر را هم بتوانیم حل کنیم. ما هرگز در 100 سال گذشته، 150 سال گذشته با چنین گرفتاری روبرو نبوده ایم که دولتی نماینده یک قوم ستمگر بوده و اقوام دیگر، همه اینها ساختگی واژه هایی که به هر حال به کار می گیرند، زیر سلطه این قوم ستمگر بوده باشد. 900 سال از زمان پیدایش دولت غزنویان در ایران تا هنگام انقلاب مشروطه بیشتر دولت ها در ایران دولت های ترکمان و تاتار و اوغوز و مغول و از این دست بوده. در دوره مدرن ایران هم ما با هیچ قانونی روبرو نیستیم که در آن گفته باشد فارس زبانان برتر از ترک زبانان، برتر از کرد زبانان هم. ولی چیزهای دیگری در ایران تبعیض بوده و بیش از همه چیز در سپهر سیاست، حقوق فردی، آزادی ها، دموکراسی، چیزهای از این دست است که قربانی
سیاست های دولت مداران شده. بنابراین امروز هم باید به داوری من به این افسانه های ساختگی ستم قومی و ملی در ایران پایان داد، این رو کنار نهاد. نه این است که من باور ندارم که در ایران نابرابری هایی در این راستا وجود دارد، حتما وجود دارد، ولی بزرگترین بغرنج کشور ما گرفتاری های مربوط به حقوق فردی است، به آزادی است، به دموکراسی است. به پایان برنامه رسیدیم، شاید من اندکی بیشتر از زمان لازم من با شما صحبت کردم. امیدوارم که هفته آینده هم در یکی از شهرهای دیگر اروپا با شما باشم و تا هفته پس از آن که به ایالات متحده آمریکا باز خواهم گشت و در استودیو خواهم بود، روز روزگار بر شما خوش باشید.